برنامه الله مهربان، سلام وقتتون بخیر. انشالله که صحت باشین. بیننده برنامه دنیای ورزش هستین، دعوت میکنون تا پایان برنامه با ما همراه باشین. رقابت های انتخابی تیم ملی اتلتیک افغانستان در ولایت هرات در حال برگزاری است که در پیوند به همین برنامه بیشتر صحبت میکنیم. بعد از تغییر نظام، رقابت های انتخابی تیم های ملی ورزش های مختلف در برخی ولایات برگزار شده، از جمله هلمند، کندز، هرات، جوزجان، سمنگان و همچنان ولایت هرات که به تازگی میزبان این رقابت هاست. در پیوند به این مسابقات، احمد فیروز سخی‌زاده سرمربی تیم ملی اتلتیک افغانستان از هرات روی خط اسکایپ با ما وصل هستند که بیشتر با اونا صحبت میکنیم که چه بازیکنان انتخاب میشه و رقابت ها چگونه برگزار شده. آقای سخی‌زاده سلام، وقت بخیر. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت تمام بینندگان عزیز و دستان در کارهایتان. بسیار تشکر. در مورد مسابقاتی که برگزار شده در هرات کم صحبت بکنین، چه رقابت هایی است و چگونه برگزار شده؟ به نام خدا، مسابقه ما دوازدهمین دور مسابقات اتلتیک سرتاسری کشور است که از 24 ولایت دعوت کرده بودیم که فعلا 17 ولایتش در این مسابقه حضور دارند و بیشتر از 200 ورزشکار است که به میزبانی ایراد این مسابقه ما برگزار شد. پیش از این هم در ولایت دیگر رویداد برگزار کرده بودین یا تنها برای اولین بار است که در هرات برگزار شده؟ ای یک ابتکار بود که از طرف ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک شخص خود مطمئن صاحب هدایت داده شد و این ابتکارشم قابل قدر است، به خاطر از اینکه ما اولین بار است که مسابقات تیم ملی ما را در یکی از ولایت‌های افغانستان می‌گیریم و در ضمن از این ما قبلا هم به هدایت جناب مطمئن صاحب ولایت قندار رفته بودیم، اونجا مسابقات سرتاسری قندار ما برگزار کرده بودیم که بار دومش بود که ما در ولایت هرات آمدیم مسابقه را برگزار کردیم و خوشبختانه به این نتیجه رسید برد مشورت مجمع عمومی ما که اگر امکان داشته باشه ما مسابقات را در ولایت هلمند بگیریم، به خاطر از اینکه ولایت هلمند هم یکی از ولایت‌های خوب ماست و بهترین میدان ورزشی را هم دارن. درست. از نگاه میزبانی هرات چگونه هست برای این رقابت ها؟ خب این به طور عموم نمیتونیم ولایت هم را با مرکز مقایسه کنیم. ثانیاً برای رشد ورزش اگر دستاندرکارهای هر فدراسیون بخواهند میتونن که در ولایتی که باشه مسابقه خود را برگزار کنن، استثنایی وجود نداره، هر ولایت میتونه میزبان باشه، بخصوص ولایت های که یکم مشهور هستن و ولایت های سرمرزی هستن که از نگاه بود و باش و زندگی و مسکن آدم میتونه احساس راحتی کنه. کیجا اتفاقا بسیار یکی از ولایت های خوب ما بود، اگرچه میدانشان درست نبود، میدان مناسب نبود. به هدایت مطمئن صاحب سه روز پیش ما قبلا آمدیم میدان ترتیب کردیم، تنظیم کردیم، خط اندازی کردیم و بعد از اون ما مسابقه ما برگزار کردیم که در 6 فاصله بود که 100 متر بود، 200، 400، 800، 1500 و 5000 و 10000. روز بعد از ظهر ما شاهد رقابت های 800 متر ما هستیم و به تعقیب از او پرتاب گلوله که اگر امکان داشته باشه انشالله فاینال 200 متر ما قرار است فردا صبح برگزار شود که ما منتظر نتیجه خوب هستیم. و یک چیز جالب بر ما بود این بود که از ولایت هلمند کسی بسیار خوب دوید، شخص به نام قدرت خیلی خوب دوید، 400 متر مقام اول گرفت که اولین بار بود از هلمند اشتراک کرده بودن و نتیجه خوب به دست آوردن. درست درست. آقای سخی‌زاده، شما از پیست مسابقات کوتا یاد کردین، این میدانی که در نظر گرفتین در کجای هرات هست؟ آیا زمین کنال زمین فوتبالی هست یا نه؟ و دومانم این که آیا ما در افغانستان پیست برگزاری مسابقات اتلتیک را داریم؟ پیست یعنی میدان زمین بسیار یک میدان فعلا خوب است و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. قبلا خوب نبود به خاطر از اینکه خطکشی بر اتلتیک نشده بود، ما آمدیم خطکشی کردیم و این در استادیوم ورزشی خود ایرات است. سالسن اگر ما بخوایم مثلا مرکز با ولایت مقایسه کنیم، ولایت ما نبود امکانات، نداشتن وسایل دچار هستن که
ما خواهش ما از ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیکی است که یکی از ولایت ها را ولایت هایی که امجوار با دیگه ولایت باشه مرکزی را بتانن یک ترتان فرش کنن و به شکل استادیوم بر ما یا جمع نظوم و سرپوشیده تهیه کنن خوب خواهد بود. سالسن اولین میدانی که ما در افغانستان داریم میدان مرکزی است از ولایت کابل است در داخل غازی استادیوم که این ولایت ولایت کابل همیشه در 11 دور مسابقات میزبان بوده، از سال 80 به این طرف میزبان بوده و دمی میدانی که خود ما داریم فعلا و هم قابل قبول فدراسیون نیست به خاطر از اینکه پیست ما ترتان ما از بین رفته، به اون خاطر فرق بین ترتان فعلا و میدان سمیتی هیچ وجود نداره، او هم مثل عین میدان سمیتی شده و شاید هم از اون کمی خرابتر. پس ما در هیچ گوشه از افغانستان ترتان نداریم فعلا برای اتلتیک؟ نه خیلی، در 34 ولایت ما ترتان نداریم به جز از ولایت کابل که هم تقریبا از بین رفته، نمیتونیم استفاده درست از او کنیم. آقای سخزی، در پس شما چهره هایی که برمیگزینین برای مسابقات اینا رو در کجا تمرین میتین؟ با توجه به اینکه شرایط ترتان ریاست عمومی تربیت بدنی یا جمنازیوم قاضی رو من دیدم، همه ورزشکاران دیدن، به شما بسیار سخت است، شما این ورزشکاران را چگونه برای یک رویداد بین المللی آماده میکنین؟ خب ما همیشه از امکانات ناچیزی که داریم ما استفاده از امیر میکنیم. به طور مثال یک طرف میدان ما پاره است، ما 300 مترش استفاده میکنیم، 100 متر دیگه استفاده نمیکنیم. یک مثلا سال سنم ما وقت پروگرام ما بر مسابقات خارجی بیرون مرزی آماده میشه و مسابقات پیشروی داریم به دعوتنامه بر ما آمده، ما میتونیم ورزشکارای ما را در یکی از کشورهایی که همیشه تربیت بدنی و ریاست کمیته ملی المپیک همکار بوده، ما ورزشکارای ما را بر ترنینگ و همکاری از اونا و فدراسیون ما برای یکی از کشورها مانند پاکستان ایران میفرستیم با تمرینات ناچیز ما آماده میشیم برای مسابقات بیرون مرزی. مانند یکی از مثالهای خوب ما میتونیم بگیم که شاه محمود نورزایی یکی از ورزشکارای ما بود که از ولایت فرا آمد، بالاخره 400 متر بود، از 400 متر آمد به 100 متر سرعت و بالاخره به این نتیجه رسید که 100 متر نتیجه میده مسابقات المپیک رفت، از المپیک آمد پس دوباره ما او را به خاطر نداشتن امکانات و آمادگی برای مسابقات بیرون مرزی و ایران فرستادیم که فعلا اونا هم تمرینات خود در ایران پیش میبره در پیسای بسیار عالی و فوق‌العاده ایران. آقای سخزی، شما در رویداد کشورهای اسلامی به عنوان مربی نبرد شرکت نکرده بودین؟ مشکلاتی که داشتم نسبت مشکلاتی که ما داشتم در مسابقات اسلامی گیم که در کشور ترکیه بود، من نتونستم اشتراک کنم و انصراف دادم و به عوض من یکی از مربیای عالی ما به نام نجیب الله نجم در مسابقات اشتراک کرده بودن با شاه محمود نوروزی و در مسابقات قبلی ما در مسابقات که بیرون مرزی بوده به صفت مربی اشتراک کردیم. درست. چرا که شما از موضوع یاد کردین، از نحوه مربیگری هم شکایت داشتن آقای نبرد. آقای سخی‌زاده، جای بود و باش ورزشکارا چگونه هست در هرات و محل بود و باششان، غذایی که در نظر گرفتین و خود شیوه برگزاری مسابقات؟ فکر کنم که تماس ما دوچار مشکل شده با آقای سخی‌زاده و تماسشان از دست دادیم. دوباره اگر بعد تماس ما وصل شد حتما با اونا صحبت خواهد کردیم. 12 دور مسابقات انتخابی تیم ملی اتلتیک افغانستان به میزبانی ولایت هرات برگزار شده که در این رویداد گفته میشه 120 ورزشکار شرکت دارن، اما با توجه به که آقای سخی‌زاده گفتن چهره های زیادتر نزدیک به 200 تن شرکت کردن که در سه بخش سرعتی، نمای استقامت و استقامت شرکت میکنن. دوباره تماس آقای سخی‌زاده وصل شد. اگر سوال مرا گرفتین که بفرمایید جواب بتونه شریک بکنه. متوجه نشدم. در مورد جای بود و باش و همچنان غذای ورزشکارا هرات چگونه تدابیر گرفته و شما چی در نظر گرفتین؟ تماس ما دوچار مشکل بفرمایید. مشهور ایراد در یکی از هتل های بسیار خوب و فوق العاده ایراد زندگی میکنه، فعلا جای بود با شما است و ورزشکاران راضی هستن از
نحوه برگزاری مسابقات و امکاناتی که در دست دارن راضی هستن همه. درست. چند چهره را انتخاب میکنید در پایان مسابقات آقای شخیزاده؟ ما 30 تن ورزشکار بر تیم ملی انتخاب میکنیم که در بخش 8 فاصله و با گلوله است که تقریبا 30 ورزشکار میشم. ما 30 ورزشکار را بر ریاست عمومی تربیت بدنی و فدراسیون جهانی با ریکاردهایشان معرفی میکنیم که بعدا از طریق المپیک هر مسابقه یا هر رویدادی که باشم میتونن نیرو اشتراک کنن. آقای سخیزاده، ما در افغانستان در بخش اتلتیک چند مدر فعال داریم؟ فعلا در ماده دوش هاست و در ماده فقط پرتاب گلوله دو ماده. بخش پرش و اینا رو نداریم، درست؟ ماده های ریلی اصلا ما میتونیم تصور ایره کنیم به خاطر از اینکه جای پرش امکانات خیلی وسیع کار داره که با نداشتن امکانات که ما میخواییم مثلا داشته باشیم و از او استفاده کنیم ما نداریم و ما در آینده انشاءالله کش میکنیم سر پرتاب خیز دور. ما میتونیم که مثلا ما آمادگی های خود بگیریم، هم مربی داریم هم ورزشکار داریم. در این مسابقات که ما آمدیم همگی به ما میگفتن که خیز دور هم، یعنی مسابقات خیز دور هم است یا خیر. ما برشان جواب منفی میدیم نه خیر، فقط در دو ماده است که بخش دوش هاست و بخش پرتاب گلوله. درست درست. آقای شخیزاده، ما فقط دو دقیقه ما از همکارا وقت گرفتم که بخش دوم ما را وقت شما ما بتن. چهره هایی که انتخاب میکنین، یه سه چهره را شما اردوی تمرینی در نظر دارین که برگزار بکنین، اینا را آماده سازی بکنین، یا بعد از کدام رویداد هست در پیش شما اینا را انتخاب میکنین؟ ما فعلا مسابقات ما رو برگزار کردیم که چهره های برتر در تیم ملی ما باید، چون ما قبلا 3-4 سال وقف آمده بود بر انتخابات، ما نداشتن امکانات در رژیم گذشته، نبودن وسایل، فراهم نبودن جای زمین و مکان، به او اساس ما مسابقه ما رو نتونستیم برگزار کنیم و این مسابقات به خاطر از این برگزار کردیم که چهره های خوب و سرشناس و نو و جدید جوانانی که به ما روی آوردن ما اینا رو بتانیم عضویت تیم ملی قرار بدیم. بعد از اون ما مسابقاتی که در پیش داشته باشیم در هر کاتگوری که باشه، در هر فاصله که بر ما دعوت نامه به ما، خوبی فدراسیون ما این است که ما هر مسابقات ما که برگزار میشه در کشورها، هر کشوری که باشه بر ما دعوت نامه میفرستن، ما قبل از اون وقت دعوت نامه دست ما میه، ما کمپ تمرینی آغاز میکنیم. با مدت 10 روز کمپ تمرینی ما داریم. بعد از اون باز ما در بین همو ورزشکارهایی که فاصله 100 متر است، ما یا 200 از 400 سر دعوتنامه که به رسم آمده باشه، از هر آدرس آمده باشه، ما به آدرس مسابقاتش برگزار میکنیم. این فرق نمیکنه که در این مسابقات کی اول شد، کی دوم شد، کی سوم شد. بعد از این مسابقات بعد وقت ما اردوی خود تمرینی خود تشکیل میتیم. بعد از تشکیل اردو ما مسابقه بین می 3-4 تا ورزشکاری که در فاصله اول دوم سوم هستن مسابقه دایر میکنیم که بعدا ما نفر اول از اون کاندید میتیم بر مسابقات بیرون مرزی. درست. تا چند روز دیگه دوام میکنه مسابقاتتون در هرات؟ انشالله فردا مسابقات ما ختم است، چون مسابقات ما بر 5 روز بود، 3 روزش گذشته، 2 روزش باقی مونده که انشالله 2 روز بعد مسابقات ما ختم میشه. درست. آخرین موردی که میخوایم بپرسم، چون خودتون سرمربی تیم ملی اتلتیک هستین، از نظر شما کدام ولایت در بین 34 ولایت ما بهتر در اتلتیک میدرخشان و ژن خوبتر در بخش اتلتیک دارن که نتیجه بدن؟ طبعا واضح است فدراسیون ملی اتلتیک همیشه کوشش کرده که بدون در نظر داشت نژاد، زبان، ملیت، قوم مسابقات را برگزار کنه و این همیشه به ما به اثبات رسیده که ولایت کابل بهترین ولایت هاست. چهره های خوب دارند، امکاناتی که ما در داخل استادیوم بیشتر خدمتتان عرض کردم داریم در هیچ ولایت نیست. طبعا این واضح است که ولایت کابل همیشه خوب بوده. بسیار تشکر آقای احمد فیروز سخیزاده، سرمربی تیم ملی اتلتیک افغانستان که از هرات وصل شدیم. تشکر از شما. بسیار تشکر. بعد از وقفه برمیگردیم. سفرعلی احمدی یک از اتلتیکاران را از هرات خواد داشتیم. ادامه برنامه دنیای ورزش را تماشا میکنین از آریانا واریانا نیست.
دوباره در ادامه برنامه سفر علی احمدی یک از اتلتیکاران را از هرات داریم که روی خط اسکای وست هستن. آقای احمدی سلام، وقت بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. سفر علی احمدی. آقای احمدی شما از کدام ولایت در این رویداد شرکت کردین؟ ما از ولایت کابل. از ولایت کابل. چه مدت میشه که خود تمرین اتلتیک انجام میدی؟ مدت 12 تا 13 سال میشه که تمرین اتلتیک انجام میدم. چند سال دارین؟ 12 تا 13 سال. نه، سنتون چند است؟ سن ما 27. 27. در مدتی که خود تمرین کردی در 12 تا 13 سال دستاورد دست اتلتیک چی بوده؟ دستاورد من می بوده در مسابقات داخلی همیشه مقام خوب گرفتیم. امسال قهرمان 100 متر شدم در بین 24 ولایت تحت نظر استاد فیروز سخی‌زاده. درست. آقای احمدی در رویدادها یا مسابقات بیرون ورزی هم شرکت کردین؟ بله، در 2016 در یک مسابقات در قزاقستان شرکت کردیم. درست. دستاوردتان یا نتیجتان چی بود از اونجا؟ رکورد خوب زدیم در اونجا. درست. فقط رکورد ملی را جابجا کردیم؟ بله بله. فعلا از نظر شما وضعیت اتلتیک در افغانستان چگونه هست با توجه به که خودت به عنوان یک ورزشکار تمرین یا ورزش انجام میدی؟ فعلا امسال خدا رو شکر که به یک ولایت دیگه بیرون از مرکز چیز که مسابقه رو گرفتن. خیلی سطحش بالا بود نسبتا به سالهای گذشته. خیلی سطح مسابقه امسال تغییر کرده بود، دعوج خود بود. بسیار یک ورزشکارای ورزیده، چراهای نو در مسابقات ملی کاندید شدن. مسابقات خیلی بالا بود سطحش. خودت در کدام بخش شرکت کردی؟ در چند متر؟ ما در بخش 100 متر و 200 متر. تا حال مسابقه دادی خودت؟ بله. تا حال مسابقه دادین فعلا در همین 100 متر و 200 متر؟ بخش 100 متر مقام اول گرفتیم. و 200 متر چی؟ در 200 متر فاینال برآمدیم. صبح فاینال ماست. خب فردا فاینالتان برگزار میشه. محل برگزاری تمریناتتان و جای تمریناتتان چگونه هست در کابل؟ آنگونه که آقای سخی‌زاده شکایت داشتن از محل تمرینتان. شکایتش برجاست چون که میدان ما فرش استاندارد ما فرش استاندارد نیست. خیلی وضعیتش خراب است. پاره شده، زیر شاور رفته، پندیده، بسیار وضعیتش خراب است. وقتی که ما میدیم مانی دویش ما میشه، امکان داره که دو فرش خیلی صدمه زیاد ببینیم، اوگار شوه. کوشش میکنیم تحت نظر استاد فیروز سخی‌زاده. خیلی تمرین های جدی است که ما تمرین میکنیم. ما مدت فکر کنیم که تماس ما دوچار مشکل شد با آقای شش ماست که اینجا اگر همکار ما دوباره وصل شان که صدای آقای احمدی رو فکر کنم درست نداریم. آقای احمدی فکر کنم تماس شان از دست دادیم. اگر وصل شدیم که صحبت شان قطعا دنبال خواهد کردیم. فکر کنم دوباره وصل هستیم. آقای احمدی شیوه میزبانی ولایت هرات چگونه هست؟ شیوانی را خیلی خوب است. دقل از نگاه خواهی مشکل را نداشتن. درست. رقیبایی که آمدن از ولایات در 100 متر با خود رقابت کردن چگونه بودن؟ کیها بودن؟ از کدام ولایت بودن؟ از ولایت غور بودن، از ولایت فرا بودن، از ولایت قندار بودن، هلمند بودن، از ولایت کابل هستن. درست. کدام رقیبت بسیار جدی بود و نزدیک به خودت عمل کرد؟ از ولایت قندار سعید ساحل. شریف ساحل. فعلا برای فاینال چی آمادگی داری؟ بر روز فاینال که فردا برگزار میشه آمادگی خوبی دارم. برای صبح انشالله میخواییم که مقام اول بگیرم انشالله. یک موضوع که شما یادآور شدین از موضوع این وضعیت ترتان. خب با این وضعیت که ترتان کابل هست شما در کابل تمرین میکنین، شما اگر به میدان بین المللی برین چقدر چهار مشکل میشه؟ در میدان بین المللی که ترتان کاملا متفاوت هست، حتی کیفیت ترتان ها فرق میکنه.
بله بله، ما که در اینجا تمرین میکنیم این فرش ما مثل یک سمتر سخت است، چندان فرش نیست. در میدانهای خارج که میریم اونجا خیلی تفاوت دارن و نرم هستن، اصلا ما امرای و عادت نداریم و مشکلات برای ما پیش میاین، دیگه رای چاره هم نداریم که چاره کنیم. تا حالا آیا مسئولین فدراسیون پیشنهاد داده برای اداره ورزش که در مورد ترتان تمرین فکر بکنن؟ چندین پیشنهاد داده شده، تا بالا از طرف ریاست تربیت بدنی کدام اقدامی صورت نگرفته. درست. برای مسابقه فردا آمادگیتان بگوین که با حریفا چگونه پیش خواد رفتین؟ آمادگی خاصی دارم، استاد ما خیلی ما را تشویق میکنن، انشالله که پیروز میشم و حریفای ما خیلی مردم های قوی هستند، یک آمادگی خاص دارن، وایس از کابل هستن، خیلی یک آمادگی خاص دارن و یک علمند هم خیلی آمادگی دارن. انشالله دیگه اول خواد شدم. درست. بسیار تشکر آقای سفرعلی احمدی ازی که در برنامه حضور پیدا کردیم، بر شما موفقیت میخواییم. تشکر از شما. بسیار تشکر. همچنان در پیوند به رقابت‌های انتخابی تیم ملی بسکتبال هم تلاش میکنیم که در برنامه بعدی یک از مهمانان ما رو داشته باشیم که در کندهار در حال برگزاری هست. رقابت هایی که در روز دوم این مسابقات هم 8 مسابقه برگزار شد. تیم کندهار به مساف بامیان رفت و 61 به 28 برنده شد. در مسابقه دوم روز دوم مسابقات هرات و نیمروز با هم دیدار کردیم که بازی جذاب و نزدیک بود و 41 به 7 به سود هرات پایان یافت. در مسابقه سوم هم غرور ننگرهار با هم روبرو شدن که ننگرهار 38 به 12 مسابقه را برد و فراه سمنگان هم که نتیجش به سود سمنگان شد 49 به 37. در مسابقه جذاب دیگر هم تیم های کابل غزنی مواجه شدند که 85 به 22 با نتیجه سنگین غزنی شکست خورد. در حساس ترین مسابقه این فصل از مسابقات باید بگیم که تیم های بلخ و هرات با هم روبرو شدند که تیم بلخ با نتیجه 53 به 22 هرات را شکست داد و تیم ننگرهار هم در بازی هفتم مقابل بامیان پیروز شد و در آخرین رقابت هم که غزنی به کندهار باخت با نتیجه 46 به 13. این رقابت ها هم در کندهار برگزار شده که تلاش میکنیم در برنامه های بعدی مهمانان داشته باشیم از ریاست فدراسیون بسکتبال افغانستان صحبت بکنه. همچنان قبل از او هم ولایت بامیان میزبان رویداد اسب سواری و موتور سایکل سواری بود که در برنامه قبلی دو برنامه قبلتر همکار ما جمشید جان با نماینده فدراسیون موتور سایکل سواری صحبت کرده. مسابقات که بخش نمایشات در دو بخش برگزار شده بود و بخش اسب سواری هم مهمان خود داشتیم که حتما دعوت میکنیم اونا رو و در پیوند با مسابقات که برگزار شد در دو ماده او را هم صحبت بکنیم که کیها به چی مقام رسیدن و چرا ولایت بامیان انتخاب شد. البته از نگاه جوی اگر به شما رو ببریم که رقابت های اسب سواری برای اسب در ولایت سردسیر فعلا وضعیت خوب است، مثل که هر ساله در همین یا در پایان سال اکثرا رقابت های انتخابی تیم ملی و یا هم لیگ بزکشی افغانستان هم برگزار میشه بنا به دلایلی که اسب‌ها دارن. و شب قبل هم مسابقات برگزار شد که رقابت‌های مختلف بود در نقاط مختلف که میتونید در خبر 8 امشب از بخش ورزشی دنبال بکنید. خیلی تشکر از اینکه برنامه دنیا ورزش رو تماشا کردین. اگر از دست دادین از صفحه یوتیوب آریان اسپورت پیدا کنین. وقتتون بخیر.